دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. الهام هستم و اینجا کانال MCB لودیش. همونطور که از ویدیو قبلی به خاطر دارین، یک سری پروتئین ها هستن که تنظیم کننده رونویسی هستن و بسته به این که اینها باعث افزایش رونویسی میشن یا باعث کاهش رونویسی میشن، به ترتیب اکتیویتور و ساپرسور نامیده میشن. اینها برای این که بتونن عمل تنظیمگری خودشون رو انجام بدن، لازم دارن ابتدا با DNA اینتراکشن برقرار کنن، یعنی متصل بشن به DNA. برای این اتصال میتونن از دو تا فرایند استفاده کنن. یکی اینتراکشن های یونی هستش که بین آمینو اسید های دارای بار مثبت پروتئین ها مثل آرژنین و لیزین با فسفاتی که تو بکبون DNA وجود داره و بارش منفی هست صورت میگیره، و اینتراکشن دوم از نوع غیر کووالان هستش که بین آلفا هلیکس هایی که در دومین متصل شونده به DNA این پروتئین ها وجود داره با شیار بزرگ DNA اتفاق میفته. تو این ویدیو میخوام در مورد این DNA بایندینگ دومین ها و انواعشون صحبت کنیم و سایر دومین هایی که این پروتئین های تنظیم کننده میتونن داشته باشن. با من همراه باشید. خب بحثمون رو با DNA binding domains یا دومین های متصل شونده به DNA ادامه میدیم. همونطور که گفته شد، پروتئین ها با آلفا هلیکسی که تو دومین متصل شونده به DNA خودشون دارن میتونن به DNA متصل بشن. اینجا یک DNA رو ملاحظه میکنیم. اینها هم دوتا پروتئین تنظیم کننده رونویسی هستن. این قسمت های رنگی هم مربوط به DNA binding domain اون هاست که با شیار بزرگ DNA در واقع اینتراکشن برقرار میکنه و این هم شکل سه‌بعدی این اتصال رو نشون میده که پروتئین ها به صورت دایمر تونستن به این DNA متصل بشن. ما این ناحیه دومین تو پروکاریوت ها رو اینجا میبینیم که غالبا از نوع هلیکس، ترن هلیکس یا مارپیچ، دور مارپیچ هستش. اما تو یوکاریوت ها دومین های متفاوتی رو داریم که بر اساس اینکه پروتئین تنظیم کننده رونویسی ما چه نوع دومینی رو داشته باشه به چهار گروه تقسیم میکنن پروتئین ها رو. گروه اول هومودومین هستش، گروه دوم زینک فینگر یا انگشت روی هست، گروه سوم لوسین زیپر ها هستن و گروه چهارم بیسیک هلیکس لوپ هلیکس یا هلیکس لوپ هلیکس بازی هستش که در ادامه در مورد هر چهار گروه صحبت میکنیم. اولین گروهی که بررسی میکنیم هومودومین ها هستن. هومودومین ها که موتیف یا یک دومینه در اصل محافظت شده و کانزروی هستن، تو یوکاریوت ها تو تکوین یوکاریوت ها نقش دارن. این موتیف همونطور که میبینین شبیه هلیکس ترن هلیکس هستش و در کل اینها هر کدومشون از 60 آمینو اسید تشکیل شدن و تعدادشون میبینین که میتونه متفاوت باشه. دومین بعدی دومین زینک فینگر هستش که اغلب تو ژنوم مهرهداران یافت میشه. این دومین به شکلی هست که یک زد اندوبار مثبت یا روی تو مرکز قرار میگیره و پلی‌پپتیدی جوری در اطراف اون قرار میگیره که کل دومین پپتیدی به شکل انگشت در میاد که با حالت انگشتی که در کل پیدا میکنه میتونه با شیار بزرگ DNA برهم کنش بده. البته این دومین فقط مخصوص تنظیم کننده های رونویسی نیست، بلکه تو بعضی پروتئین های دیگه هم دومین زینک فینگر دیده میشه. این دومین های زینک فینگر در کل دو تا کلاس مختلف دارن. گروه اولشون C2H2 هستش. تو این گروه روی تو مرکز قرار میگیره و با دو تا سیستئین و دو تا هیستیدین در واقع اینتراکشن میده. یعنی زنجیره های جانبی دو تا هیستیدین و دو تا سیستئین میاد به روی متصل میشه و یک حالت انگشتی پیدا میکنه. پروتئین های انگشت روی چندین موتیف انگشت روی دارن. مثلا این یک پروتئین انگشت روی هست، میبینین که 1, 2, 3, 4, و 5 تا در واقع موتیف انگشت روی دارن. گروه دوم این موتیف ها C4 هستش. C4 یعنی اینجا 4 تا سیستئین
در واقع در اطراف روی قرار میگیره و اینجا دیگه هیستیدین رو نخواهیم داشت، که گیرنده های هسته‌ای در واقع یک حالت این شکلی دارن و تفاوتی که گروه C4 با گروه C2H2 داره اینه که به لحاظ تعداد با همدیگه متفاوتن. C2H2 ها همونطور که دیدیم تعدادشون توی پروتئین از 3 تا بیشتره، ولی C4 ها فقط 2 تا تو هر پروتئین متصل شونده به DNA دیده میشه و به صورت دایمر هستند. گروه سوم از موتیف های متصل شونده به DNA لوسین زیپر ها هستند. توالی آمینو اسیدی این موتیف ها به نحوی هست که اگه 70-70 این توالی ها رو جلو بریم، یک لوسین تو موقعیت 7 تکرار میشه. یعنی این پروتئین ها غنی از لوسین هستند. لوسین ها باعث میشن تا 2 از پروتئین های متصل شونده به DNA که دومین لوسین زیپر دارن به هم متصل بشن و به حالت دایمر در بیان. دایمر لوسین زیپر باعث میشه تا توانایی اتصال به 2 از شیارهای بزرگ DNA رو داشته باشن، یعنی هر کدوم از این مونومرها به یک شیار بزرگ متصل میشن. این ترمینال این پروتئین ها حاوی آمینو اسید های بازی هست، یعنی بارشون مثبته و میتونن با فسفاتی که در بکبون DNA وجود داره و بارش منفیه واکنش بدن. اما انتهای کربوکسیل پروتئین یعنی سی ترمینال پروتئین حاوی آمینو اسید های هیدروفوب یا آبگریز و آمینو اسید های آبدوز یا هیدروفیل هستش. این آمینو اسید ها باعث میشن که مارپیچ خاصیت آمفیپاتیک داشته باشه و وقتی دوتا مارپیچ کنار هم قرار میگیرن، بخشای آبگریز به سمت داخل قرار بگیره و بخشای آبدوز به سمت بیرون. بنابراین حالت کولد کول تو انتهای کربوکسیل ایجاد میشه. یک حالتی که انگار دو رشته مارپیچ آلفا یا همون آلفا هلیکس با هم دیگه پیچ میخورن و چیزی شبیه در واقع سیم تلفن میشن. به این حالت میگیم کولد کول. پروتئین های تنظیم کننده رونویسی زیادی این دومین رو دارن و با داشتن این دومین هست که میتونن به DNA در واقع متصل بشن، مثل پروتئین GCN4 تو مخمر. و یه نکته دیگه این که چون اولین باری که این دایمرهای کولد کویل متصل شونده به DNA کشف شدن دارای لوسین بودن، به اینها لوسین زیپر گفته میشه، ولی بعدها عواملی پیدا شدن که لوسین نداشتن ولی تو ساختمان دایمر کولد کویل رو داشتن و میتونستن به DNA هم متصل بشه. برای همین در کل به این خانواده زیپ بازی یا بیسیک زیپر هم گفته میشه. پروتئین های بعدی که میتونن به DNA متصل بشن پروتئین هایی هستن که دومین بیسیک هلیکس، لوپ هلیکس رو یا مارپیچ حلقه مارپیچ بازی دارن. این دومین ها همطور که میبینین بسیار شبیه به دومین های لوسین زیپر هستن. یعنی اگه اینجا دقت کنین این لوسین زیپر 2 هلیکس بود که با هم دایمر شده بود، ولی تو این دومین هر کدوم از این مونومرها از یک هلیکس بعد یک لوپ و دوباره یک هلیکس دیگه تشکیل شده. پس هر کدوم یک هلیکس لوپ هلیکس هستن این مونومرها که با هم دایمریزه شدن و انتهای کربوکسیل اینها هم حالت کولد کول رو داره و از طریق انتهای آمینشون تونستن به DNA متصل بشن. خب تا اینجا در مورد کلاسیفیکیشن و دسته‌بندی از پروتئین های دارای دومین متصل شونده به پروتئین رو گفتیم، ولی این پروتئین ها که فعال کننده ها یا سرکوبگرهای رونویسی هستند معمولا چندین تا دومین دارند. دومین متصل شونده به DNA تو این پروتئین ها رو بررسی کردیم، ولی علاوه بر این دومین تو فعال کننده ها دومین های فعال کننده و تو سرکوبگرها هم دومین مهار کننده رو داریم که این دومین ها با اتصال به سایر پروتئین ها باعث فعالسازی یا سرکوب رونویسی میشن. دومین های فعالسازی دارای آمینو اسیدهای خاصی هستند. مثلا دومین های فعالسازی هستش که غنی از آسپارتیک اسید و گلوتامیک اسیده و همین دلیل به این گروه دومین های فعالسازی اسیدی گفته میشه که میتونن رونویسی رو تحریک کنن. یا مثلا دومین های فعال کننده ای رو داریم که غنی از پرولین یا غنی از گلوتامین و یا حتی غنی از سرین و ترئونین که گروه OH دارن هستند.
برای اینکه این دومین های یک پروتئین فعال کننده رونویسی رو بهتر متوجه بشیم، اینجا من یه مثالی آوردم. وقتی که سیکلیک AMP تو سلول زیاد میشه، طی واکنش هایی که انجام میشه لازمه که از یک سری ژن ها در این هسته رونویسی انجام بشه. کاری با این مسیر سیگنالینگ نداریم، اینو تو فصل 15 صحبت میکنیم. کار ما با این قسمت هستش. یک توالی تو آپستریم ژن وجود داره به نام سیکلیک AMP رسپانس المنت، یا به اختصار CRE گفته میشه. خب که وقتی سیکلیک AMP در داخل در واقع سلول زیاد میشه، پروتئین فعال کننده رونویسی به نام CREB این قرمز رنگ ها میاد و به CRE متصل میشه. فرم فعال این پروتئین ها به صورت فسفوریله هست. پس CREB دارای DNA binding domain هست که میتونه بیاد و به CRE که یک قطعه ای از DNA هست متصل بشه. از طرف می همین CREB یک دومین دیگه به نام دومین فعال ساز غنی از آمینو اسیدهای اسیدی داره که میتونه با سایر پروتئین های کواکتیویتور به نام CBP برهم کنش بده. اتصال CREB به CBP باعث تغییر کانفورماسیون CREB میشه و با تاثیر روی RNA پلیمراز 2 رونویسی در واقع افزایش پیدا میکنه. این هم نمایی از اتصال CREB و CBP هستش. مارپیچ سبز مربوط به CREB هست و این پروتئین CBP هم که به صورت در واقع کروی هست دورش در واقع قرار میگیره. پس در کل دیدیم که این پروتئین CREB دو تا دومین داره. یکی دومین متصل شونده به DNA که به DNA متصل میشه و یکی هم دومین فعال ساز که میتونه به سایر پروتئین ها مثل پروتئین های کواکتیویتور CBP متصل بشه و در کل باعث افزایش رونویسی بشه. از بین 4 گروه از دومین های متصل شونده به DNA که شامل هومودومین، زینک فینگر، لوسین زیپر و هلیکس لوپ هلیکس بودن، دیدیم که لوسین زیپر ها و هلیکس لوپ هلیکس ها به صورت دایمر عمل می کنن. یعنی دو تا هلیکس لوپ هلیکس یا دو تا لوسین زیپر باید با هم متصل بشن تا فعال بشن. حالا شما پروتئین تنظیم کننده رونویسی رو در نظر بگیرید که یک طرفش مربوط به DNA binding domain هستش و یک طرفش در واقع دومین فعال کننده رو داره که این دومین های فعال کننده یک پروتئین انواع مختلف میتونه داشته باشه که اینجا با A و B و C مشخص شده. حالا چون این پروتئین ها برای فعالیت نیاز دارن تا به حالت دایمر در بیان، یعنی دوتا دوتا بشن، پس ما با 3 نوع از اکتیویتور دومین ها میتونیم 6 نوع مختلف دایمر رو در واقع ببینیم. حالتی که دوتا فاکتور A با هم دایمر شده باشن، حالتی که دوتا فاکتور B با هم باشن، دوتا فاکتور C، یک فاکتور A و یک فاکتور B، یک فاکتور A و یک فاکتور C و یک فاکتور B و یک فاکتور C. پس از 3 حالت فاکتوری که داریم، 6 حالت مختلف ما دایمر رو میتونیم داشته باشیم. حالا اگه تمامی مونومرهایی که داریم توالی یکسانی رو از DNA بتونن شناسایی کنن، تفاوتی تو این فاکتورها نخواهیم داشت. یعنی شاید به لحاظ قدرت افزایش رونویسی با هم دیگه متفاوت باشن، ولی سایتی از DNA که اونجا رو شناسایی میکنن به عنوان پروتئین تنظیم کننده و بهش متصل میشن تو هر 6 گروه یکسان هستش و در واقع ژن‌های خاصی رو رونویسی می‌کنن اینها. ولی در حالتی که هر کدوم از این مونومرها سایت شناسایی مختلفی رو داشته باشن، این 6 گروهی که داریم 6 تا ژن مختلف رو یا 6 سایت مختلف رو به لحاظ رونویسی میتونن کنترل کنن. پس میبینیم که دومین متصل شونده به DNA تحت کنترل دومین فعال کننده هستش و این دومین های فعال کننده هستش که به یک پروتئین میگه در چه سایتی از DNA قرار بگیره. حالا اگه یک مهار کننده ای داشته باشیم که فقط بتونه به فاکتور A متصل بشه، فقط از بین این 6 سایت 3 تا سایت 1 و 4 و 5 که تو اونها فاکتور A
در واقع نقش داشت اونها مهار میشن و اون سه تای دیگه به لحاظ رونویسی هیچ تغییری نخواهند کرد. میبینیم که تنظیم رونویسی یک پدیده کاملا کامپلیکیتد و پیچیده هستش. این پیچیدگی نشون دهنده اهمیت تنظیم رونویسیه. مثال دیگه ای از پیچیدگی تنظیم رونویسی توسط پروتئین ها تنظیم ژن اینترلوکین 2 هست. بیان این ژن تو پاسخهای ایمنی ضروری هستش و اگه بیانش غیر طبیعی باشه منجر به بیماری های خود ایمن مثل آرتری روماتوئید میشه. این ژن توسط دو تا پروتئین NFAT و AP1 تنظیم میشه. هر کدومشون محل اتصال روی DNA رو دارن ولی اتصالشون به صورت تعاونی هست، یعنی در کنار هم میتونن به DNA متصل بشن و هر کدوم به تنهایی اتصال نخواهند داشت، که این هم برمیگرده به اهمیت در واقع تنظیم رونویسی که با حالت تعاونی بودن پروتئین های تنظیم کننده رونویسی مشخص میشه. مثال بعدی در رابطه با ژن EGR1 هستش که توسط دو تا فاکتور SRF و SAP1 تنظیم میشه. SRF خودش به صورت دایمر هست که با A و B مشخص شده. این دایمر و SAP1 مثل مثال قبل برای این که بتونن به DNA متصل بشن تا DNA رو تنظیم کنن در اون ناحیه باید به هم دیگه کمک کنن و حالت تعاونی دارن. علاوه بر این که این دوتا خاصیت تعاونی دارن و در کنار هم و با کمک به هم میتونن به DNA متصل بشن، فاصله این دوتا فاکتور هم خیلی مهم هستش. فاصله شون باید بین 5 تا 30 جفت باز باشه و شرط بعدی این هستش که SAP1 به صورت معکوس در بیاد، که همه این شرایطی که میگیم باید تعاونی باشن، باید فاصله بین 5 تا 30 جفت باشه، باید این SAP1 به حالت معکوس در بیاد، همه که نشون دهنده پیچیدگی و اهمیت تنظیم رونویسی رو نشون میدن. در ادامه میخوایم در مورد کمپلکس های چند پروتئینی و انهانسوزوم صحبت کنیم. از جلسات پیش به خاطر بیارین که توالی های با طول 50 تا 200 جفت بازی تو DNA وجود داشتن که در فاصله دورتری از ژنوم قرار میگرفتن، ولی با پروتئین هایی میتونستن بیان و به RNA پلیمراز متصل بشن و باعث افزایش فعالیت RNA پلیمراز شده و از این طریق رونویسی رو افزایش بدن. به این توالی ها ما میگفتیم انهانسر یا افزاینده. یک افزاینده برای ژن بتا اینترفرون وجود داره که 50 جفت باز تقریبا طول داره. بتا اینترفرون پروتئینی هستش که در برابر عفونت های ویروسی از بدن دفاع میکنه، بنابراین نقش مهمی داره. افزاینده این ژن توانایی اتصال به چندین پروتئین دایمری و مونومری رو داره. همونطور که میبینین ATF2، جان، IRF7B، CC، 7D، CA، RLA، P50، همگی اینها پروتئین هایی هستن که به این انهانسر یا افزاینده ژن بتا اینترفرون میتونن متصل بشن. به این تعداد از پروتئین هایی که در واقع اینجا روی این انهانسر متصل میشن یک کمپلکس ایجاد میکنن که به این کمپلکس انهانسوزوم یا کمپلکس افزاینده گفته میشه، که نقش مهمی تو تنظیم رونویسی دارن و باعث بیشتر افزایش رونویسی میشن. پروتئین هایی که به انهانسر متصل میشن از یک طرف دیگه میان به آرنی پلیمرازی که روی ژن داره حرکت میکنه متصل میشن. فاصله‌ای که بین این وجود داره، این فاصله به شکل حلقه در میاد و این حلقوی شدن خودش تو افزایش رونویسی و تنظیم رونویسی میتونه دخالت داشته باشه. خب دوستان عزیزم، ممنون که تا به این لحظه همراه من بودین. اگه سوالی دارین، پیشنهادی دارین، تو کامنت میتونین بپرسین. تا دیدار بعد، خداحافظ.